باز میخوام برگردم به کتاب پیدایش باب دو که اعلام میکنه خوب نیست یعنی حلا است یعنی نابود کننده است خوب نیست آدم تنها باشد چرا که خدا انسان را آفرید تا با او در مشارکت باشه انسان انسان اجتماعی باشه در بین جمع باشه حتی فکر او نباید به تنهایی نیز گرفتار بشه چرا که شاهد هستیم در خود همون کتاب پیدایش باب سه ما میبینیم وقتی که حوا فکرش تنها بود وقتی که در جایگاه تفکرش خودش رو تنها دید وقت گذاشت با شیطان و کلی که مقدس هم همین رو شاهد هستیم که زمانی که شاول با فکر خودش تنهاست بر علیه داوود نیز عمل میکنه و برادران یوسف وقتی که افکار تنهای خودشون رو میان نگاه میکنن نسبت به یوسف از اون افکار تنهایی خودشون از اون زجر از اون شرایط بدی که احساس میکنن بر علیه برادرشون نیز قیام میکنن اقدام میکنن پس این هوشیاری باید داشته باشیم افکار خسته خودت رو افکار تنها رو فقط در حضور خدا ببریم چرا چون که در کتاب ارمیا باب 33 آیه 3 اعلام میکنه خود خدا اعلام میکنه به ارمیا میگه میگه مرا بخوان پس تو نباید تنها باشی به عنوان یک ایماندار بدونی که خدا میخواد با تو در تماس باشه خدا میخواد با تو در رابطه باشه میگه مرا بخوان که تو را اجابت میکنم پس تکیگاه قویی داری خدا داره میگه میگه در فکر تنها نباش من هم در فکر تو هستم اونجا که کلام خداوند میگه خدا در دل من هست خدا رو در دل خود جا بدید یعنی در فکرمون جا بدیم یعنی مطمئن باشیم که خدا هست پس چون خدا هست مطابق رومیان هست یا یک ایمان داریم هیچ چیزی بر علیه ما نخواهد بود اعلام میکنه مرا بخوان تو را اجابت میکنم و از آنچه نمیدانی تو رو آگاه میکنم یعنی من هدایت کننده و حمایت کننده تو هستم